با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، در آخرین روز دادگاه بین‌المللی ایران تریبونال با رفیق باقر ابراهیم‌زاده مصاحبه را انجام می‌دهم. رفیق باقر، ارزیابی شما در رابطه با این دادگاه چیه؟ ارزیابی من اینه که این دادگاه موفقی بود. دادگاهی بود علیه فراموشی، علیه اینکه رژیم جمهوری اسلامی در طول حیات خودش، نه اینکه بگیم در بین فاصله سالهای 60 تا 67، بلکه در طول حیات و در طول عمر ننگین رژیم جمهوری اسلامی، هزاران نفر انسان اینا به قتلگاه فرستاده شدند یا در زیر شکنجه ها کشته شدند، و یا اینکه اینها میخواستن از پول گلوله ها صرف نظر کنند، صرف جویی کنند، اینها رو در با چوبه های دار و با تناب دار اعدام کردند. هزاران نفر رو زیر شکنجه ها له کردند. اینها میخواستن انسان ها رو در تابوت ها نگه دارند. همونطور که یکی از خانم ها مطرح میکرد، 8 ماه و نیم ای در تابوت نگهداری شده بود. اینکه اینها در صحنه جهانی اوریان شد، ما باید نذاریم این جنایت ها پوشیده بمانه. یک، نباید بذاریم فراموش بشه و نباید بذاریم که اینا در اذهان مردم ایران علاوه بر اینکه فراموش بشه، به نحو دیگه اینها توجیه بشن. اینها اولا رژیم جمهوری اسلامی در تمام طول عمر ننگین خودش هیچ موقعی به اعدام های گسترده ای که در سال 67 دست زد، هیچ کدوم اینها رو تا به حال تایید نکرده. نگفته که ما انسان ها رو بلا نسبت به صورت گله های اینها رو به اتاق های اعدام می بردیم و اینها رو در چوبه های دار آویزان می کردیم. هیچ کدوم اینها رو نگفته. نگفته که ما انسان ها رو بعد از 1 تا 3 دقیقه محاکمه ای که چه می گفتند؟ اینها کسانی که در این عرصه حضور داشتند، در این سالن بزرگ حضور داشتند و صدای خودشونو با بلندگوهایی که در عرصه جهانی از طریق رادیوها، تلویزیونها، اینترنتها و از طرق مختلف این صدا پخش میشد، اعلام میکردند که چجوری اینها رو محاکمه میکردند. چه میگفتند؟ آیا شما کمونیست هستید؟ اگر فرد میگفته بله من کمونیست هستم، جرم اعدام. آیا شما نماز میخونید؟ نه، جرم اعدام. آیا شما حاضر به همکاری هستید که تیر به شقیقه هم رزمان خودتون شلیک کنید؟ وقتی میگفتن نه، حکم اعدام. آیا چنین تفتیش عقایدی در طول تاریخ، بجز تفتیش عقایدی که در اروپا در حدود سال 1500 صورت میگرفت، آیا در جای دیگه هم صورت گرفته؟ اینها میخواستن جامعه رو در سکوت مرگ نگه دارن. جامعه‌ای که در سکوت مرگ نگهداری بشه، اینها میتونن میلیاردها دلار ثروت های این جامعه رو میتونن غارت کنن. اینها میتونن وقتی که در سکوت مرگ جامعه رو نگهداری کنن، هر کاری دلشون میخواد میکنن، هر جنایتی دلشون میخواد میتونن انجام بدن. یعنی مردم رو به صورت گله های حیوانی در نظر میگرفتن. باید این قضیه در عرصه جهانی منعکس بشه. در دادگاه تریبونال وقتی که ما دیدیم که قاضی ها در مقابل کسانی که شهادت میدادن، قاضی ها به گریه افتاده بودن. یعنی این گریه هایی که قاضی ها میکردن، چه قاضی هایی بودن؟ اینا قاضی هایی بودن که در عرصه جهانی معروف بودن. اینها قاضی هایی بودن که در جریان مبارزات مردم در آفریقای جنوبی، مبارزه علیه آپارتاید، مبارزه علیه پینوشه، مادران آرژانتین، مادرانی که در حدود 20,000 نفر از مادرانی که عزیزان خودشون رو در آرژانتین اینها از دست داده بودن، کسانی که در آرژانتین حدود 4,200 نفر اینها رو به دریا ریختن، زندانی ها رو میکشتن، زندانی ها رو دستگیر میکردن. بعد از اینکه دستگیر میکردن، اینها رو با آمپول هایی که اینها بیهس میشدن، اینها رو بیهس میکردن و از بالا به دریا میریختن. این قاضی ها در چنین دادگاه هایی شرکت کرده بودن. یه نکته که من میخواستم ازتون بپرسم اینه که در رابطه با خب الان ایران تریبونال ظاهرا این دومین جلسه‌ش هم تموم شد و اینا، یه سوالی هم که توی اون جلسه مطبوعاتی هم مطرح بود این بود که بالاخره خب چی می‌خوایم بکنیم، یعنی ادامه‌اش چی میتونه باشه، چه روندی رو میتونه طی بکنه؟ شما خودتون نظرتون چیه؟ ارزیابی
ارزیابیتون چیه؟ آیا اینجا تموم میشه یا قرار ادامه داشته باشه و ادامهش چطور میتونه باشه اگر هست؟ به نظر من مسئله ایران تریبونال به این صورت هست که ما باید از تجارب جهانی استفاده کنیم. تجاربی که مادران مفقود شدگان و اعدامیان در آرژانتین، اینها این مادران تجاربی که داشتن، اینها مبارزات خودشونو از لحظه شروع و از لحظه‌ای که فرزندان اینها رو ربودند، فرزندان اینها رو خبر نداشتن که فرزندان اینها رو به دریا ریختن، اینها اطلاع نداشتن. اینا در به در در همه جا، چه در داخل کشور، در داخل کشور آرژانتین و چه در خارج از کشور آرژانتین در عرصه جهانی اینا فعالیت میکردن. ما هم باید از تجارب اونها و از تجارب مجموعی خانواده ها، اینها تنها به خانواده اینجا مربوط نمیشه، میشه گفت خانواده ها، دوستان، آشنایان، تمام کسانی که قلبشون با قلب کسانی میتبه که اینها تیرباران شدن، باید این پروسه ادامه داشته باشه. باید این پروسه نه تنها در زمان عمر جمهوری اسلامی، حتی بعد از مرگ جمهوری اسلامی هم این قضیه باید تداوم داشته باشه. ما میبینیم در آلمان در همین امسال یکی از کسانی که در جنایات نازی علیه یهودی ها، علیه اعدام یهودی ها شرکت داشت، همین امسال دستگیر شد، در آمریکای لاتین دستگیر شد. این قضیه رو ما باید در نظر بگیریم. باید ما نگذاریم آمرین و عاملین این جنایت علیه بشریت خواب آسوده داشته باشن. اینها، این جانیان الان چه کار میکنن؟ این جانیان با مصادره کردن میلیاردها دلار ثروت این جامعه، با در دست گرفتن تمام ابزارهای قدرت در جامعه، ابزارهای قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی، همه اینها رو در اختیار دارن. اینها میخوان خاک مرده رو بر جامعه بپاشونن، میخوان جامعه قدرت تنفس نداشته باشه، میخوان جامعه قدرت حرکت نداشته باشه. اینها الان جامعه رو به حالت انفجار رسوندن. اینها زمانی هست که چه هست؟ اینا با مسئله مطرح کردن انرژی اتمی، با مطرح کردن انرژی اتمی ایران را الان در جریان چه قرار دادن؟ در جریان یک جنگ قرار دادن. ما باید نگذاریم اینها فراموش بشه. و این قضیه علاوه بر اینکه باید شروعشه، علاوه بر اینکه نباید خاموش بشه، این شعله هایی که شعله ور شده نباید بگذاریم خاموش بشه، بلکه ما باید تلاش کنیم چند شعار رو در جامعه عمومی کنیم. ما بگیم که چرا اعدامشان کردند، جرم اینها چه بود، آیا دفاع و مبارزه برای سوسیالیسم جرمی هست که باید کسی که این عقیده رو داشته باشه باید تیرباران بشه، آیا کسانی که به اسلام معتقدن ولی کن تفسیر دیگری از اسلام دارن اینها باید اعدام بشن، آیا کسانی که از حقوق کارگران، از حقوق زحمتکشان، از حقوق ملیت ها اینها دفاع میکنن باید اعدام شوند؟ در همین تریبونال یکی از خانواده های اعدام شدگان در اهواز، در خوزستان مطرح میکرد. خانواده اینو متلاشی کرده بودن، اینها رو اعدام کرده بودن به خاطر چه؟ به خاطر اینکه از منافع خلق عرب دفاع کرده بودن. یعنی چه؟ کسانی که از حقوق کودکان دفاع میکنن، الان چرا خانم ستوده در زندان هست؟ چرا؟ باید این چراها برای جامعه روشن بشه. باید روشن بکشه که چرا فلان وکیل مدافعی که به جرم این که وکیل مدافع زندانیان سیاسی بوده باید در زندان باشه. این چراها باید روشن بشه. چرا باید کسانی که از منافع زحمت کشان، چرا کسانی که معتقدن حقوق زن و مرد برابر هست باید اعدام بشن؟ اینها چه میخواستن؟ اینها جز شریفترین انسانها بودن که تمام زندگیشون رو در این راه گذاشتن. باید حساب کنیم چرا محمد علی پرتابی چرا اعدام شد؟ چرا باید غلام ابراهیم زاده رو اعدام کنن؟ چرا باید عبدالله افسری اعدام بشه؟ چرا باید یحیای رحیمی که از یک معلم انسان، یک معلم شریف مردمی بود باید اعدام بشه؟ این چراها باید روشن بشه. چرا فروهرها رو باید در داخل خونه شون اینها با ضربات چاقو له به قتل برسونن؟ این باید روشن بشه. چرا وقتی غلام کشاورز مادرش برای ملاقاتش میاد در قبرس، اینو در داخل خیابان در جلوی چشم خانمش و جلوی چشم مادرش که برای دیدن فرزندش آمده اینو باید ترور کنن؟ چرا باید پدر
غلام کشاورز به جرم این که گفته بود پسر من حق میگه، پسر من حرفش درسته، پسر من که کمونیست هست، این کمونیست بودن درسته. وقتی اینو فقط به خاطر همین قضیه چرا اینو خفه کردن؟ حزب الله اینو در داخل یک آب کوچیک خفه کردن، پیرمردی رو خفه کردن به جرمی که از پسرش دفاع کرد. باید این چراها و هزاران چرایی که در جامعه ما هست، این چراها باید شفاف بشه. در این حال این تریبونال که به نظر من نه پایان بلکه آغازی باید باشه، باید این آغازی باشه که همین چراها نه در صحنه داخل کشور بلکه در صحنه جهانی باید مطرح بشه. در صحنه جهانی باید مطرح بشه چرا کشوری که جز ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه هست، میلیون ها نفر از مردم اون کشور باید فرار کنن؟ چرا مغزهای متفکر جامعه ما باید در خارج از کشور بشه؟ این همه چراها باید حل بشه. چرا کسانی که دستور ایجاد تابوت‌ها را در زندان مطرح کردند، زنان و مردانی که اینها انسان‌های شریفی بودند، اینها باید در تابوت قرار می‌گرفتند؟ اینها اجازه تکان خوردن نداشتند، اینها اجازه سرفه کردن نداشتند. باید سرفه کردن به منزله جرم تلقی می‌شده، عطسه کردن به منزله ورزش تلقی میشد، چون بدن اینها تکون میخورده. اینها باید روشن بشه. اینها روشن شدن اینها نه در صحنه داخلی، خانواده ها حتی بخشی از این اطلاعات را داشتن. یکی از همون قاضی ها مطرح کرد، گفت در این سه روز من خیلی آموختم. و یک دوم این که از قاضی های بین الولی بود، تکان دهنده بود، رئیس دادگاه گریه میکرد. یعنی این قضیه باید شفاف بشه، شفافیت بخشیدن و نگذاشتن این که جنایت ها خاموش بشه، جنایت ها نباید فراموش بشه. اینها جزء وظیفه تک تک ما هست، نه تک تک ما ها به عنوان خانواده اعدام شدگان، بلکه تک تک مردم جامعه، تک تک وجدان های بیدار باید متوجه بشن، بدانن که چه جنایاتی، چه فجایعی بر این مملکت، نه در یک روز، نه در دو روز، بلکه در طول سالیان متمالی این جنایت ها تکرار شده است. با تشکر از رفیق باقر ابراهیمزاده از اینکه در این گفتگو شرکت کردند، با امید اون روزی که ما بتونیم یک دادگاهی در ایران و با شرکت تمامی مردم ایران تشکیل بدیم. خیلی ممنون.